به نظر من وقتی که این مقام و این آرامگاه رو میسازن صرفاً برای اینکه شما بیاد اون شخص باشین وقتی میرین اونو ببین، مثل که داریم میرین حضور اون شخص، و این برای یادآوری طرزی که اون شخص زندگی کرده، فداکاری که داشته، تواضعی که داشته، حکمتی که داشته، احترامی که داشته به تمدن ایران مثلا و دنیا. و حضرت عبدالبها ایران رو بخشی از دنیا میدانست. نباید فکر کنیم که فقط به ایران فکر میکرد، راجع به دنیا فکر میکرد، ولی چون ایرونیا نزدیکترین فامیلش بودن برای اونا مدنیه رو نوشت. اینا همه یک سرمشقیه برای زائرین که وقتی میرن اونجا فکر کنن این وجودی که اینجا هست چی فکر میکرد و زندگیش رو برای چی فدا کرد. من حالا از عبدالبها هم مقامشون همین معنی رو میده، ولی ایشون و حضرت باب و حضرت بهاءالله به زیبایی خیلی اهمیت میدادن، چون برای اینا جمال یکی از صفات الهی و نه تنها توی این باغ و توی حدائق حیفا، بلکه هر کار زیبایی اثری از خدا داره توش. به نظر این طرح یه طرح مدرنیه، ولی اگه خوب نگاه کنین تمام این جوهر قدیم معماری ایران درش هست. یعنی باز دوباره داره از هم بهره میگیره در این که یه چیز تازه داره ارائه میکنه و آینده هم، یعنی تکنولوژی امروز رو به حد بالا مورد استفاده قرار داده. راه ورود به باغ و این راهی که شما میایین و از اینجا یه سردری هست که این طرف میره به محل اقامت حضرت بهاءالله، از این طرف شما وارد میشین این محور رو میبینین، میایین وقتی میپیچین دست راست به طرف روضه مبارکه هستین و مقام رو میبینید این زیر. این آغوش باز منظورم اینه، این حالتی که ایشون دارن همه رو در آغوش خودشون میپذیرن و به نظرم این یه جنبه جالبی این طرح اینجاست. البته این کندیمش برای اینکه داریم روش کار میکنیم، ولی ایده این طبقات و اینکه این با طبقات گل، این آغوش پر از گل در حقیقت شما رو میپذیره. این اون شمسه یه که عرض کردم که میپوشونه این باغ. آثار بهایی حضرت عبدالبها رو به عنوان غصن اعظم در حقیقت شاخه اصلی این درخت که خود درخت حضرت بهاءالله هستن. حالا توی این تر سیمبولیزم درخت و شاخه اعظم اون که این اتاق بدنی اون درخت و این شاخه ها اینا هستن که از اینجا شروع کردن پخش شدن توی سقف اینجا. حضرت بهاءالله خودشون این لقب رو به حضرت عبدالبها دادن. در این طرف اینطوری پیدا شده. مهمترین ایده این پروژه این درجاتیه که شما در زیارت طی میکنید، یعنی از این در ورودی وارد میشین، این راهو میایین، بعد میپیچین دست راست، وقتی که اینجا میپیچین تازه شراین رو میبینین و تازه اینقدر راه دارین تا بیاین، بعد تا بیاین به شراین و این اطراف یه فضای حاضر شدن این دور که در حقیقت شما از همون اول دارین حاضر میشین، بعدم خود شراین و خود مقامه و ورودی های متعدده به اون، و بعد از زیارت به یه فضای پشتی میان که یه ذره فکر کنیم به اینکه چه دیدین و چه گذشت. این اتاقی که حضرت عبدالبها یه وقتای استفاده میکردن اینجاست. به این ترتیب وقتی شما میان بیرون از اینجا این اتاق رو میبین. و بعدم البته
اهمیت نور توی جهان بهایی و تأکیدی که حضرت عبدالبها کردن، یه دید از شب این هست که جزء اولین طرحیه که ارائه شده و هنوز طرح همین چه فرق نکرد. ایشون یعنی عبدالبها مرد مدرنی بودن، مرد این دوره بودن و ایشون خودشون پیشاهنگ این راه بودن. یعنی فهمیده بودن که تمام اون تاریخی که ما گذروندیم الان وقتیه که همه اون هست، باید بهره بگیریم، ولی جلوی ما کیلومترها راه جدید هست، پر از ایده‌های تازه، پر از فکرهای تازه.